من عزیزی بینیم در گفتگویی که با مجری شبکه ولایت داشتم، او میگفت که جماعت عمریه برای ابوبکر و عمر لفظ امام را به کار میبرند. خب این خب جماعتی که شرم و حیا ندارن از این حرفا میزنند، کسانی که با جماعت عمریه نشست و برخاست کرده یا در مناطق عمری نشین زندگی کردن میدانند که جماعت عمریه برای ابوبکر و عمر لفظ امام را به کار نمیبرند، نمیگوین امام ابوبکر، امام عمر، هیچ وقت نمیگوین. اون کسانی که از افغانستان هستن این را خوب میدانند، برای ابو حنیفه به کار میبرند، برای مثلا مالک به کار میبرند، شافعی به کار میبرند، و خیلی شایع هست که برای علمای بزرگ خود مانند ابن حجر عسقلانی، مانند ذهبی، مانند ابن تیمیه و مانند سیوطی و غیر آن واژه امام را به کار میبرند، اما برای ابوبکر و عمر به کار نمیبرند. و علت آن این است به نظر من بینندگان محترم که در سابق، یعنی در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در عهد صحابه، واژه امام برای امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم استفاده کرده بوده، علیون امام المتقین مثلا، و این در اذهان اونها بوده و این فقط برای ائمه اهل بیت علیهم السلام به کار می‌رفته. لذا شما وقتی که در مطالبی که از صدر اسلام نقل شده و از عهد صحابه و تابعین نقل شده، در آنجا شما نمی‌بینید جایی که برای ابوبکر و عمر امام گفته باشند در کتب، ابدا. مثلا میگن که ابوبکر خودش را خالیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت، عمر خودش را خلیفه خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مینامید، بعد به خاطر اینکه مختصر بکنه گفت خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و دلیل الا به خاطر اینکه جماعت دجال این مطلب را مطرح کردن که بله ابوبکر و عمر برای ابوبکر و عمر جماعت دجال عمریه کلمه امام را با کار میبرند، من دوستان عزیز دلیل را به اعتراف یکی از خود علمای بزرگ وهابی که برای ابوبکر و عمر عمری ها لفظ امام را با کار نمیبرند برای شما نشان میدم. این کتاب دوستان عزیز موسوعت محمد ناصر الدین الالبانی هست، موسوعه البانی در علم عقائد و در باره عقائد جماعت عمریه، که در سال 1431 در کجا چاپ شده؟ در البراء للطباعه، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية والتحقيق التراث والترجمة، در صنعاء اليمن این کتاب چاپ شده. این جزء اولی این کتاب هست بینندگان من. جماع و ابواب احکام التوسل، در اینجا دوستان عزیز من صفحه 1108 از ایشان سوال میکنن، از البانی درباره علم جعفر که علم جعفر چیست. البانی جواب میده در صفحه بعدی جوابش: نحن نقول هذا العلم لا هو في الكتاب ولا هو في السنة ولا هو مدروس ومعلوما عند السلف الصالح. میگوید که علم جعفر دروغه، اصلا وجود ندارد. خب این نظر البانیه دیگه، یک آدم متعصب. بل نقول ولا احد من علماء المسلمين لا المجتهدين ولا المتبعين ولا المقلدين يقولون بهذا العلم. میگوید که هیچ یکی از علما قائل به علم جعفر نیست. عجب عجب. در شرح مقاصد، بله در شرح مواقف میرسه شریف جرجانی اونجا مفصل علم جعفر رو مطرح کرده. عجب این بنده خدا این حرف میزنه که علم جعفر. حالا من نشان میدم، اول کلامشان رو برای شما میخوانم، بعد شرح مقاصد شرح مواقف هم برای شما نشان میدم. بعد میگوید که انما يقول به ويدعيه من يريد ان ياكل اموال الناس بالباطل. میگوید فقط کسانی که مال خور هستن، مال مردم رو به دروغ میخورن، اونها علم جعفر را مدعی هستن. ولذلك الجفر المنسوب الى علي رضي الله عنه سلام الله عليه وكدت ان اقع في خطا مشهور يقع فيه غيري. میگوید لذا علم جعفر منسوب به کی؟ نمیگوید امام علی علیه السلام، میگوید علی رضی الله عنه امیر المؤمنین علیه السلام. و بعد از این که میگوید علی رضی الله عنه، فورا میگوید که من کم بود به یک خطای مشهور بیفتم. خطای مشهور چیه؟ یعنی میگه کم بود که بگویم امام علی علیه السلام، و این میگه خطا هست.
گوش کنید خوب، چرا خطا هست؟ وكدت ان اقع في خطا مشهور يقع فيه غيري، كدت ان اقول، نزدیک بود بگویم الجفر المنسوب الى الامام علي، نزدیک بود که بگویم جفری که نسبت داده شده به امام علی علیه السلام، امام امیر المؤمنین علیه السلام. فحبست نفسي وحفظت لساني فلم اقل الامام علی سلام الله علیه. میگوید که من فورا نفسم را کنترل کردم و زبانم را گرفتم، نگفتم امام علی، نگفتم، گفتم علی رضی الله عنه، گفتم، نگفتم امام علی. چرا؟ سلام الله علی امیر المؤمنین. لانه ليس اماما، لا هو ائمه من ائمه المسلمين بلا شك، ولكن العرف خصه بهذا اللفظ، بهذه اللفظه الامام. میگه من نگفتم امام علی علیه السلام و گفتم علی رضی الله عنه، نه به خاطر اینکه او امام نیست، میگه امام امیر المؤمنین علیه السلام امام هست بلا شک، یکی از امامان مسلمینه، اما چرا ما فقط به او امام میگوییم؟ عرف او را مختص کرده به امام. ای عرف، کدام عرف؟ العرف السنیه و العرف البدعی. نعم هو العرف الشیعیه، هم الذین سحبوا هذا اللقب و خصوه بعلی رضی الله عنه تعصبا منهم له و علی الخلفاء راشدین الاولین ابی بکر و راشدین الاولین ابی بکر و عمر و عثمان. میگوید شیعیان آمده اند کلمه امام را، واژه امام را مخصوص امیر المؤمنین علیه السلام کردن به خاطر اینکه شیعان تعصب دارن و دشمنی دارن با سه خلیفه راشد اول، ابو بکر و عمر و عثمان. ولذلك فمن الخطأ ان نذكر علیا علیه السلام بلفظه الامام دون بقیه الخلفاء الراشدین. میگوید این خطا هست که ما بگیم امام علی علیه السلام و ابو بکر و عمر و عثمان را امام نگوییم. بله امام نبوي. فإذا قلنا الإمام أبو بكر حينئذ جاز لنا أن نقول الإمام علي عليهم الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ميقولت كأدر ما قفتم إمام أبو بكر ترين سورة جائزة كبقوهم إمام علي عليه السلام. لكن أنا أذكركم إنجا خيلي مهمة دوستان عزيز، خوب قوش كنين الباني چي ميقولت، ميقولت مردم من شما ميبورسن، أنا أذكركم، من بيادتان ميابرا، هل سمعتم يوما ما عالما من علماء السنة، أما الشيعة فلا نسأل عنهم لأنهم أعداء الإمامين الشيخين أبي بكر وعمر. يقول أمانا شما مردم مي برسن هاي يقروا شما شنيديد أز يك عالم عمري أيك عالم سني، أما الشيعة الشيعة نمي برسن منظورهم شيعة نيست، علماء الشيعة نيست، شون علماء الشيعة دشمن، يقول دشمن أبو بكر وعمر حسن، أما أز علماء كي، أز علماء عمري آية شنيديد. لكن هل سمعتم يوما ما عالما من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة يقولون قال الإمام أبو بكر؟ الجواب لا. بيقول يدرس شما شديد يكي أز علماء عمري بشما بيقول قال الإمام أبو بكر، إمام أبو بكر إن شديد قفتها، بيقول كنه إيج وقت نشديد دين كلام را. ولكن سمعتم مثلي وكدتم أن تسمعوا مني الإمام علي، اما از من شنیدید، از دیگران شنیدید، امام علی علیه السلام میگوییم. لماذا هذه الغفله التي تسيطر على الناس والتقليد الذي ران على قلوب كثير من المسلمين. بعد در صفحه بعدش بازم این تصریح رو داره. بله درباره کرم الله وجهه، همین کلام را داره که چرا در باره ابو بکر عمر ما کرم الله وجهه او نمیگوییم. خب دوستان عزیز بیننده، این صریح کلام البانی است که عمری ها در باره ابو بکر عمر لفظ امام را بکار نمیبرند. درسته در کتاب ها یک زمانی که بخوان تعریف بکنن، بله بله، الفاضل الصحابی الجلیل خلیفه الراشد الامام، اون نادره، اون نادره و اون موضوع. اما استعمالشان در کلامشان و در کتبشان این که لفظ ام کلمه امام را برای ابو بکر و عمر بکار ببرن، این وجود نداره. و اونطوری که جماعت دجالی همیشه استفاده میکنن برای خامنه‌ای و خمینی، امام خمینی، امام خمینی، اونطوری نیست بین عمریه که بگوین امام ابو بکر، امام ابو بکر. و این را اغلب کسانی که با عمریه نشست و برخاست کردن و در مناطق اونها زندگی کردن میدانند. حالا بچه های قم، بچه های تهران چون در اونجا عمری ها نیستن، خبر نداشته باشن از این موضوع، اون به خاطر اینکه اینها در بین عمریان نبودند، به این خاطر میباشد. خب دوستان